بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، خدا رو سپاس میگم که هنوز زنده‌ام و یک بار دیگه در خدمت شما هستم. امیدوارم که حال شما و خانواده محترمتون خوب باشه و اوقات رو به خوبی و خوشی و موفقیت سپری بکنید. اگر حضور ذهن داشته باشید، جلسه قبل در رابطه با بحث شمارش صحبت کردیم. کاری که داریم انجام میدیم شمردن آیتم های مورد نظر ما هست در زندگی روزمرمون. میتونه این آیتم ها تعداد گوسفند های یک گله بزرگ باشه، میتونست تعداد لوله های یک در باشه، و یا شمردن موزاییک های کف کلاستون باشه. عرضم به حضورتون که جلسه قبل اومدم نمودار درختی رو توضیح دادم و اصل ضرب رو پایه‌گذاری کردم. آخرش هم یه نماد جدیدی به نام فاکتوریل رو توی ریاضی خدمتون ارائه کردم. بچه ها، بعضی از اوقات هست توی مسائلی که باش برخورد میکنیم و میخواییم بشمریم، خیلی سخته که یه کاری رو همین یه مرتبه‌ای بخوایم انجام بدیم. فرض کنید میخوایم تعداد میوه‌های برداشت شده یه باغ رو محاسبه کنیم. یه باغی که هم گلابی داره، هم هلو داره، هم سیب داره. دونه دونه همه یه میوه‌ها رو میخوایم بشمریم. یا اینکه کیلویی میخوام بشماریم ببینیم چند کیلو میوه داده. خب من میتونم همه میوه ها رو بریزم رو همدیگه وزن کنم. یه کار دیگه هم اینه که بیام مثلا گلابی ها رو جداگانه وزن کنم، سیبا رو جداگانه، هلوا رو هم جداگانه، یا همین موزاییک های کف کلاستون رو که میخوایم بشماریم. حضور ذهن دارید شما شرایط کف کلاس رو میدونید چه شکلیه. اون قسمتی که شماها میشینید، من میتونم موزاییکاشو جدا بشمرم. چه جوری؟ تقریبا یه مستطیل دیگه کلاستون دیگه، این قسمتی که شماها میشینید. بیام تعداد موزاییکایی که هست، حالا فرضاً بکنید من موزاییکای سالم و کامل رو فقط دارم میشمرم، موزاییکای اینور رو بشمرم، در موزاییکای اینور در هم ضرب کنم طبق اصل ضرب. بعد یه سری موزاییک هم روی سکوی معلم هست، اینم مثلا شامل یه مستطیله که اینم یه طولی داره یه عرضی داره، اینو هم در هم ضرب کنم بشمرم. یه تعداد موزاییک هم جلوی در کلاستون وجود داره، حضور ذهن شماها دارید. اونم تقریبا یه مربعه، تعداد ضرب و چرب ضرب میکنم، طول و در عرض ضرب میکنم. بعد سه قسمت کردم کلاس رو عملا، قسمتی که شماها نشستید، قسمتی که سکوه، قسمتی که جلوی دره. بعد حاصل این ستا رو با همدیگه جمع بکنم. اینم یه روش شمردنه. بنابراین من الان به حالتهایی دارم میرسم که من میتونم فضای کاریم رو برای شمردن خودم بیام به چند بخش تفکیک کنم، یا به عبارتی افراز کنم، با زیرعی ها افراز. شاید شما سندهای مالکیت خونتون رو، سند مالکیت خونتون رو دیده باشید، یا اسناد مختلف مالکیت منازل رو دیده باشید، نوشته این ملک چه میدونم مشخصاتش فلان و فلان هست از قطعه افراز شده فلان. یعنی یه زمین خیلی خیلی بزرگی بوده، اونو اومدن تیکه تیکش کردن. دقت بکنید بچه ها، مثلا یه زمین خیلی 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 بزرگی بوده، بعد اومدن اون رو به چند بخش، حالا کوچیک و بزرگ و منظم و نامنظم، با شکل‌های پیچیده یا شکل‌های خیلی خاص تفکیکش کردن، افرازش کردن. مثلا الان این شکله به یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه تا شکل یا نه تا زمین افراز شد. مثلا
کشورمون ایران. الان نقشه ایران رو تصور بکنی، الان کل ایران، حالا من ببخشید جغرافیم ضعیفه، بس فکر کنم 33 تا استان داریم دیگه، به 33 4 تا استان افراز شده، یعنی هر استانی مجزاست از استان دیگه، اینجا هم همینه، هر زمینی از زمین دیگه مجزاست، هیچ استانی اشتراک به استان دیگه نداره، اینجا هم همینه، هیچ قطع زمینی با قطع زمین دیگه اشتراک نداره. بعدم توی کشورمون ایران اجتماع تمام استان ها میشه کل کشور، اینجا هم اجتماع تمام زمین ها میشه کل زمین اصلیمون. به این کار میگیم افراز کردن یک مسئله، یه زمین، یه شکل. و اگر بخوام حالا شمارش بکنم کل موجودیم رو، کل جمعیت کشور رو، کل مساحت کشور رو، میام دونه دونه هر کدوم از این استانها رو جمعیتش رو شمارش میکنم، مساحتش رو شمارش میکنم، محصول تولیدیش رو شمارش میکنم، کل کشور میشه جمع هر کدوم از اینها. بنابراین من به دومین اصل در شمارش برخورد میکنم، اصل جمع. قبلا جلسه قبل اصل ضرب رو یاد گرفتیم، حالا الان راجع به اصل جمع دارم صحبت میکنم. اگر بتوان مجموعه آرا چنان به مجموعه های آیک و آدو و تا آکا افراز کرد، افراز با زیره، که آیک آدو اشتراک نداشته باشد، آیک و آسه اشتراک نداشته باشد و غیره، یعنی هیچ کدوم از این مجموعه هایی که افراز کردیم با دیگری اصلا اشتراک نداشته باشه، مثل همین زمینی که الان 8 با 7 اشتراک نداره، 8 با 6 اشتراک نداره، 8 با بچه‌ها نگید چرا حامد نگفتی همشون با هم دیگه اشتراکش بشه توهی، یا نه ممکنه 8 تا اگر میگفتم همشون با هم اشتراک نداشته باشه، ممکن بود 8 تا 7 با هم اشتراک داشته باشن اما با 6 اشتراک نداشتن، باز میشد توهی. اما بحث اینجا اینه که هیچ کدوم با دیگری اصلا اشتراک، هیچ نقطه مشترکی وجود نداشته باشه. کشور ما استانا هیچ کدوم با دیگری اشتراک نداره، نداشته باشد و حاصل اجتماع آنها آشود، یعنی الان آیک و آدو و آسه آچار تا آنه رو که کنار هم دیگه قرار دادیم، اجتماعش رو گرفتیم، شد کل مجموعه. آنگاه تعداد اعضای آ حاصل جمع تعداد اعضای آیک و آدو و آکا است. این میشه اصل جمع. خیلی از مسائل هست که برای این که ما بخوایم حلش بکنیم راحت تریم که بیایم کل مسئله رو، کل فضای کاریمون رو، کل دامنه کارمون رو به چند مجموعه، به چند بخش افراز کنیم، جداگانه هر بخش رو شمارش کنیم، بعد وقتی که هر بخش افراز شده رو شمارش کردیم، آخر سر همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم. دقیقا مثل شمردن موزاییک های کف کلاسمون، که من اومدم کلاس رو، کلن کف کلاس رو به سه بخش افراز کردم، هر کدوم رو جداگانه محاسبه کردم، حاصلش رو با هم دیگه جمع کردم. این تو زندگی روزمرمون بسیار بسیار باش
برخورد میکنیم. یه مثال ببینید بچه ها. گروه سرود از 7 دانش آموز کلاس 10 و 10 دانش آموز کلاس 11 تشکیل شده است. به چند طریق می توان از بین آنها 1 تکخوان و 1 رهبر برگزید به طوری که هر 2 نفر حتما هم کلاس باشند. من توضیح فارسی بدم، همون توضیحی که شما باید بنویسید دیگه، من اضافه نمیگم، هی تاکید دارم البته میکنم، شما باید تفکرتون رو بنویسید. خب من دنبال برگزیدن 2 نفر هستم از مجموعه کلاس 7 و 7 نفر کلاس 10 و 10 نفر کلاس 11، یعنی این 17 نفری که دارم میخوام 2 نفر رو آنچنان بر بگزینم که این 2 نفر یا جفتشون 10 باشن یا جفتشون 11 باشن. برای اینکه راحت تر بتونم مسئله را تحلیل بکنم، میام مسئله رو خودم به 2 بخش مجزا افراز میکنم، یا هر 2 نفرشون 10 باشن یا هر 2 نفرشون 11. یا کنید با این مدل افراز کردن که اولا با هم اشتراکی ندارن، وقتی میگم 2 نفرشون 10 باشن خب قطعا 11 توشون نیست، وقتی میگم 2 نفرشون 11 باشن خب قطعا 10 توشون نیست، پس افراز شد، اشتراک ندارن. ثانیا وقتی که این 2 مدل تحلیل رو میریزم رو هم دیگه به خواسته مسئله میرسم، هر 2 نفر هم کلاسی باشن، پس من میام برای حل حالتی که 1 هر 2 نفر 10 هستند. حالت دوم هر 2 نفر 11 هستند. به 2 بخش افراز کردم، اینا رو جداگانه محاسبه میکنم، بعد که محاسبه کردم حاصل کل، حاصل جمع حالات 1 و 2 است. این دوتا رو باید با هم جمع میکنم میشه حاصل کل حالتی که میتونم رهبر و تکخوان انتخاب کنم. خب حالا بریم سراغ این که ببینیم اگر هر 2 نفرشون رو میخواستیم از 10 بر بگزینیم چند حالت داشتیم. میایم به همون شیوه جلسه قبل تحلیل میکنم، یعنی 1 حالتی رو برای رهبرها در نظر میگیرم، یا حالتی رو برای تکخانها در نظر میگیرم. من چند نفر دارم؟ 7 نفر دارم. از این 7 نفر اول از همه من میخوام رهبر رو برگزینم، شما ممکنه بگی تکخان رو، فرقی نمیکنه، به خاطر که اصل ضرب خاصیت جا به جایی داره. رهبر از 7 نفر شما 1 نفر رو میخوای بر بگزینی، فرض کن دست من 7 شی باشه، یا نفر اول رو برمیگزینی یا نفر دوم رو برمیگزینی، پس 2 حالت، حالت سوم نفر سوم رو برمیگزینی، حالت چهارم، حالت پنج، حالت هفتم حالتی هست که نفر هفتم رو برگزیدی، و اگر نفر هفتم رو برگزینی قطعا دیگه نفر چهارم رو نمیتونی برگزینی. بنابراین من برای اینکه رهبر رو از این 7 نفر انتخاب بکنم، چون 1 نفر میخوام برگزینم، 7 حالت میتونم رهبر رو برگزینم. خب برم سراغ اینکه تکخان رو برگزینم. تکخان رو به چند طریق میتونم برگزینم؟
اصلا یه سوال، از چند نفر من الان میتونم تک خانو بر بگزینم؟ یا کن 7 نفر داشتم ولی یه نفرشون رو انتخاب کردم برگزیدم برای رهبر بودن، بنابراین اون نفر مثلا نفر پنجم رو برگزیدم، اون نفر دیگه نمیتونه تک خان باشه که اون الان رهبره. خب چند نفر پس باقی موند؟ 7 نفر. یه نفرشون رو برگزیدم برای رهبر، 6 نفر باقی موندن. این 6 نفر من میتونم بر بگزینم برای تک خان، یا نفر اول یا نفر دوم یا نفر ششم. بنابراین 6 حالت من میتونم نفر تک خانم رو بر بگزینم. بنابراین طبق اصل ضرب 7 6 تا 42 حالت من میتونم از بین بچه های دهمی نفر بر بگزینم. برم نفر از بچه های 11 همی. خب یا یه حالت رهبر دارم یا حالت تک خان دارم. رهبر رو به چند حالت میتونم بر بگزینم؟ از 10 نفر دانش آموز من میتونم به 10 روش یه نفر رو برگزینم، یا نفر اول یا نفر دوم یا نفر دهم. پس 10 مدل قدرت برگزیدن دارم. تک خانو چی؟ خب از این 10 نفر یه نفرشو که برگزیدم برای رهبر، 9 نفر باقی موندن. از این 9 نفر یک نفر رو به 9 طریق، به 9 روش، به 9 مدل میتونم برگزینم. یا نفر اوله، یا نفر دومه، یا اون نفر نهمیه که باقی مونده. پس 10 در 9 طبق اصل ضرب میشه 90. بنابراین 42 حالت حالت اول بود، به علاوه 90 حالت حالت دوم، 132 حالت من میتونم این گروه، این رهبر و تک خان رو بر بگزینم. بریم یه مسئله دیگه بچه ها. لطفاً تا اونجایی که میشه شما توضیح فارسیتون رو بدید. در چند، این یه تیپ مسئله دیگه، در چند عدده 3 رقمی فقط یکی از ارقام عدد 2 است. خب این که اصلا توضیح بدیم مسئله چی میخواد. یعنی مثلا عددی مثل 328 این فقط یه دونه 2 و باید هم باشه 2. مثلا عدد 212 مورد قبول نیست. مثلا عدد 159 مورد قبول نیست. اما مثلا مسئله 200 مورد قبوله. یه عدد 3 رقمیه، یکی از رقماش هم حتما 2ه، اما اینا عدد 3 رقمی هن که یه دونه عددش 2 یا نیست، یا اینکه بیش از یه دونه عددش 2. پس من دنبال این تیپ اعداد هستم. خب برای تحلیل این مسئله من میام مسئله رو به 3 بخش افراز میکنم. دلیلش رو هم بهتون میگم چرا این شکلی افراز میکنم. یک دقیقه دیگه بریم جلو معلوم میشه. یا این رقم 2 فقط در جایگاه 1گانه، یا در جایگاه 10گانه، یا در جایگاه 100گانه. بچه ها ریاضی نیست اینا ها، اینا اطلاعات عمومی شماست. این مسئله رو هم که حل کردیم اطلاعات عمومیتون بود. ما اینجا چیزی به نام محاسبات پیچیده ی ریاضی یا فرمول های ریاضی نداریم. اصولا این مبحث خیلی ریاضی وارانه نیست. پس 10گان شما، 100گان شما، 1گان شما، یا این عدد 2 توی 1گان شما قرار میگیره، یا عدد 2 توی 10گان شما قرار میگیره، یا
توی صدگان شما قرار میگیره. اگر عدد دوه توی یکان شما قرار بگیره، جایگاه یکان فقط یک حالت داره. کدوم حالت؟ حالتی که دو توش نشسته. پس اینجا من یه دونه حالت بیشتر ندارم. اینجا هم وقتی که دو توی جایگاه دهگان قرار گرفته، فقط برای دهگان یک حالت در نظر گرفته میشه. اینجا هم برای صدگان یک حالت در نظر گرفته میشه. خب بریم ببینیم باقی جایگاه ها چه ارقامی میتونن قرار بگیرن. خوب دقت کنید، جایگاه دهگان کدوم رقم ها میتونن قرار بگیرن؟ بشمریم با هم دیگه. 0 1 2. نه، دو نمیتونه تو جایگاه دهگان بشینه، چون دو رو تو جایگاه یکان منظور کردید. مثلا گفته ارقامی که فقط یه دونه دو دارن، بنابراین اینجا دیگه نمیتونه دو باشه. پس دو تو محاسبات هم نیست. 3 4 5 6 7 8 9. من 9 تا رقم میتونم تو جایگاه دهگان قرار بدم. برم جایگاه صدگان رو بررسی کنم. چه رقمی میتونم بذارم؟ 0. نه، چرا؟ 0 اگر بشینه تو جایگاه صدگان، خب باعث میشه عدد من عملا دو رقمی بشه. نکن این ریاضی نیستا، این اطلاعات عمومی شماست. پس 0 نمیتونه تو جایگاه صدگان بشینه. هیچی. 1 1 2 نمیتونه بشینه، چون 2 تو جایگاه یکان نشست. 3 4 5 6 7 8 9. 8 تا رقم میتونه اینجا بشینه. برم تحلیل کنم این طبق اصل ضرب چی شد؟ شد 8 9 تا 72 تا. بچه توضیح فارسیش رو می نویسید، همه این حرفایی که داریم می زنیم خلاصه وارانه شما می نویسید. بریم این حالت رو بررسی کنیم. تو جایگاه یکان چیا می تونه بشینه؟ 0 0 مشکل نداره تو جایگاه یکان. 1 2 نمی تونه بشینه، چون 2 تو جایگاه دهگان نشسته. 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا رقم. تو جایگاه صدگان 0 نمیتونه بشینه. 1 2 نمیتونه اینجا نشسته. 3 4 5 6 7 8 9. اینم 8 تا. اینم شد 8 9 تا. البته نیا کنید یه یک هم داره که دیگه من یک ها نمی نویسم دیگه، یعنی اولا این هست اصل ضرب نمودار درختی 8 1 در 9 تا که من نوشتم 8 9 تا. اینم 8 9 تا در 1 یکشو دیگه ننوشتم، میشه 72. حالت سوم رو بررسی کنیم. یکان چه ارقامی؟ 0 1 2 نمیتونه. 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا رقم تونست. دهگان 0 1 2 نمیتونه. 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا رقم. این شد 9 9 تا. 81. طبق اصل جمع من خودم اومدم افراز کردم مسئله رو که جای دو معلوم بشه کجا هست، بنابراین حاصل کل میشه جمع این افراز شده ها. حاصل جمع میشه 72 و 72 به علاوه 81 که به گمانم میشه 225. درست گفتم؟ میشه 15 تا 15. بله، میشه 225 تا. خیلی یه موضوع دیگه ای رو بررسی بکنیم. بچه ها، ما تو خیلی از مسائلی که باهاش برخورد میکنیم محاسبمون سنگین میشه، خیلی سخته بخوایم محاسبه کنیم. فرض کنید یه مثال بزنم الان به ذهنم رسید. روزهایی که شما امسال تحصیلی در کلاس حاضر شده اید، شما امسال کلی تعطیلی داشتید، قربونت برم، چه میدونم از آلودگی هوا و برف و بحث
تعطیلی‌های خاص و بحث شهادت و بحث کرونا و بحث خیلی تعطیلی داشتیم. اون روزایی که میخواین حالا بشمریم که اومدیم مدرسه یا برعکس نشمریم اومدیم مدرسه ممکنه خیلی طولانی بشه. من میتونم اگر دنبال این هستم که روزایی که نیومدم مدرسه رو بشمرم بگم آقا من چقدر میومدم باید میومدم مدرسه، چقدر اومدم تفریق کنم از همدیگه، روزایی که نیومدم در میاد. یا بالعکس اگر روزایی که اومدم رو میخوام محاسبه کنم، روزایی که نیومدم رو بشمرم، روزایی که باید میومدم بشمرم، از هم کم بکنم روزایی که اومدم در میاد. به عبارتی من دارم از یک چجوری بگم، از یه متممی استفاده میکنم. مجموعه ها رو یادتون میاد بچه ها، توی نظریه مجموعه ها شما یه مجموعه مرجع مثلا M داشتید یا U داشتید بکنانم امسال با U رفتیم جلو، نه مجموعه مرجع U داشتیم، بعد ما مجموعه آ رو در نظر داریم. مجموعه آ این مجموعه است. خب مجموعه متمم مجموعه آ بچه ها چی میشه؟ نمیدونم رنگ بندی ها معلومه الان توی مجموعه متمم آ میشد این مجموعه دیگه، مجموعه ای که توی یو هست اما توی آ نیست، اسم هم براش گذاشتیم، گذاشتیم مجموعه آپریم. خوب دقت کنید، چون اینا هیچ اشتراکی ندارن انگار مجموعه یو رو ما افراز کردیم، مجموعه یو رو به دو تا مجموعه افراز کردیم که اشتراک ندارن، اجتماعشون هم میشه خود دوتا مجموعه، میشه مجموعه مرجعمون. بنابراین N U میشه N A به علاوه N آپریم اصل جمع، و چون A و آپریم متمم هم هستن N آپریم انگار هست N U منهای N A. بنابراین من کافیه برای حل مسئله متمم اون موضوعی رو که از من خواسته شده پیدا بکنم. فقط اینجا باید خیلی دقت کنم، ما پیدا کردن متمم توی حرف‌ها و مسائل عامیانه و محاوره‌ای با اون چیزی که در ریاضی هست متفاوته. مثلا بچه ها متمم این نکته که امروز هوا آفتابیه چی میشه؟ میشه امروز هوا بارونیه؟ نه، ممکنه هوا بارونی نباشه ولی آفتابی هم نباشه، هوا ابری باشه. بنابراین متمم عبارت هوا آفتابیه این نیست که هوا بارونیه، اینو حواستون باشه. مثلا متمم رنگ سفید الزاماً سیاه نیست. شما توی رنگ ها دقت بکنید، سفید دارید، زرد دارید، سبز دارید، قرمز دارید، سیاه هم دارید. متمم رنگ سفید میشه همه رنگ ها بجز سفید. تو محاوره ما یاد گرفتیم که میگیم سفید عکسش سیاه، این عکس بودنه توی محاوره است، توی ریاضی و بحث مجموعه و متمم نیست. اینو باید حواسمون جمع باشه. بنابراین شناسایی متمم برای من مهم میشه. مثلا متمم اعداد زوج، بله اعداد فردن به شرطی که طبیعی باشه، ولی متمم اعداد اول اعداد زوج نیست. حتی اگر متمم اعداد اول دو رقمی، اعداد اول دو رقمی رو فرض کنید، اعداد زوج دو رقمی هم نیست، به خاطر که یه عدد فرد دو رقمی هست که اون جزء این مجموعه اول نیست، 33. بنابراین تو پیدا کردن متممه باید خیلی دقت بکنیم.
اگر متمم رو من پیدا کردم، اون وقت خیلی از اوقات به جای اینکه بیام خود مسئله‌ای که به هم دادن و بشمرم، میام متممه رو میشمرم، از کل حالات اولیه کمش میکنم، سرعت محاسباتم اون وقت میره بالا. به چند تا مثال دقت بکنید. به این میگیم اصل متمم. بذارید بنویسم هم براتون اصل متمم و ادبیاتش رو. فرض کنید اصل متمم، فرض کنیم آ زیر مجموعه مرجع یو باشد. در این صورت تعداد اعضایی از یو که در آ وجود ندارند برابر ان یو منهای ان آ است. بنابراین در خیلی از مسائل من حالت مطلوب وقتی میخوام پیدا بکنم، چون سخته، میام حالتهای نامطلوب رو محاسبه میکنم، از کل حالتهام کم میکنم. مثلا در چند عدد سه رقمی حتما عدد پنج وجود دارد. اول توضیح بدم مسئله چی میخواد. نکنید بچه ها، مسئله دنبال اعدادی مثل پنج داشته باشه دیگه، مثل 135، این اوکیه براش، مثل 525، این هم اوکیه. نگفته چند تا پنج داشته باشه، گفته حتما پنج داشته باشه. اما چیزی مثل 429 به دردش نمیخوره، چون پنج نداره. خب من دنبال پس این تیپ اعداد هستم. خب یه کار اینه که بگم که خیلی خوب، یا اعدادی رو حساب بکنم که نکن از اصل جمع برم، بگم اعدادی که فقط یه دونه پنج داشته باشن، مثل همون مسئله‌ای بود که تو جمع نوشتیم، همین مسئله نگاه کنید که فقط یه دونه دو داشته باشه، مثل این مسئله میشه، بلدیم حل بکنیم. حالت بعدی این هستش که وقتی میخوام افراز کنم، اعدادی که سه رقمیان و دو تا پنج حتما دارن، مثلا 525، مثلا 552. حالت سومش هم اینه که اعدادی که سه تا پنج دارن که فقط 555. خب این یه مدل افراز کردنه و هیچ اشکالی هم نداره، میتونیم بریم جلو. یه کار دیگه هم میتونم بکنم، بیام بگم آقا من کل اعداد سه رقمی رو که میدونم چند تاست، بلدم محاسبه بکنم. به دو طریقم بلدم محاسبه کنم. اعداد سه رقمی رو شما میتونید هم از مفاهیم تصاعد عددی حساب بکنید، یادتونه آخرین عدد منهای اولین عدد به علاوه یک، یا اینکه بیایید از همین اصل شمارش، از روش‌های شمارش تعداد اعداد سه رقمی رو حساب کنید، که حالا الان حساب میکنم. کل اعداد سه رقمی رو حساب بکنم، چون مسئله خواسته اعدادی که حتما پنج داشته باشن، متممش میشه چی؟ میشه اینکه حتما پنج نداشته باشن، یعنی مثل اینا، این میشه متممش. این متممه رو حساب کنم، از کل اعداد کم بکنم. بنابراین کل اعداد سه رقمی میخوام محاسبه کنم. بیایید از روش شمارش حساب بکنیم. یه صدگان داریم، یه دهگان داریم، یه یکان داریم، نه؟ خب توی
صدگان چه عددی میتونه قرار بگیره؟ صفر نمیتونه قرار بگیره ها. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 میتونه قرار بگیره. 9 حالت. توی دهگان چند رقم میتونه قرار بگیره؟ صفر میتونه قرار بگیره. 1, 2, 3, 9 ده حالت. توی یکان هم ده حالت. پس کل اعداد سه رقمی میشه 9 در 10 در 10 که میشه 900 تا. اگر از مفاهیم تساعد عددی هم میخواستیم بریم باز به این 900 میرسیدیم. 999 منهای 100 به علاوه 1. خب حالا اعدادی که چی نوشتم؟ اعدادی که قطعاً 5 ندارند میشه متمم خواسته مسئله. به جای اینکه من حالت مطلوب رو در بیارم، حالت نامطلوب رو در میارم. حالت نامطلوب رو میام از کل حالات کم میکنم، از اصل متمم دارم استفاده میکنم. اعدادی که قطعا 5 ندارن رو بشینیم حساب کنیم. آقا خیلی خوب، سه رقمی هایی که 5 ندارن تو یکان چه ارقامی میتونه قرار بگیره؟ با من بشمر. خوب دقت کن. تو یکان 0, 1, 2, 3, 4, 5 نمیتونه. 6, 7, 8, 9 9 تا رقم میتونه تو یکان قرار بگیره. 5 نمیتونه قرار بگیره. تو دهگان 5 نمیتونه قرار بگیره، مثل یکان میشه 9 حالت. تو صدگان چی؟ 0 نمیتونه قرار بگیره. 1, 2, 3, 4, 5 نمیتونه قرار بگیره. نباید 5 داشته باشیم. 6, 7, 8, 9 شد 8 تا. یعنی این میشه 8 در 9 در 9. بچه میشه چند تا؟ 8 تا 81 به گمانم میشه 648 تا. پس من 648 تا رقم دارم که قطعا توش 5 نیست. حالا حالات مطلوب میشه کل حالات 900 تا، منهای حالات نامطلوب 648 تا. چند تا میشه؟ میشه 252 تا. درست حساب کردم؟ آره 252 تا. 252 تا عدد دارم که قطعا توش 5 هست. حالا یا یه دونه 5ه، یا 2 تا 5ه، یا 3 تا 5ه. یعنی شما اگر از اون روش هم میرفتید قطعا به عدد 255 تا میرسیدید. یه مثال دیگه بریم. در چند عدد سه رقمی حاصل ضرب ارقام بر سه بخش پذیر است؟ این مسئله رو بخون. نگفته عدد سه رقمی بر سه بخش پذیر باشه ها، گفته که حاصل ضرب ارقام بر سه بخش پذیر باشه. یعنی چی؟ مثلا یه عددی مثل 225، این درسته که خودش بر سه بخش پذیره، اما حاصل ضرب ارقامش 2, 2, 4, 20 بر سه بخش پذیر نیست. این به دردم نمیخوره. اما یه عددی مثل 2, 3, 5 این خودش بر سه بخش پذیر نیست، اما حاصل ضرب ارقامش بر سه بخش پذیره. دنبال این تیپ اعداده. بچه ها اعدادی که بر سه بخش پذیر باشن حاصل ضربشون بر سه بخش پذیر باشه چه ویژگی باید داشته باشن؟ یه ذره فکر کنین. اگر قرار باشه این حاصل ضرب بر سه بخش پذیر باشه، باید حتما
توش حداقل تو این ارقام یا 3 باشه، درسته، یا 6 باشه یا 9 باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو این ارقام 3 اگر باشه حاصل ضربشون حتما بر 3 باشه، 6 هم باشه چون 6 عامل 3 داره، 9 هم باشه چون بچه یه رقم دیگه هم میتونه باشه، اگه گفتین 0 هم میتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه عددی مثل 520 حاصل ضرب ارقامش میشه 0، بعد 0 بر 3 بخش پذیره دیگه، حال باقی موندهش میشه 0 دیگه. پس مهمش اینه توی ارقام مورد نظر 0 و 3 و 6 و 9 حتما داشته باشه. دارم بچه ها تأکید میکنم ها، این مسئله مسئله ریاضی نیست ها، تو اینجا هر کی حرف زدم اطلاعات عمومی بوده، هوشه، یعنی شما باید بفهمید مسئله چی خواسته، تحلیل معمولی بکنید. این تحلیل رو یک دانش آموز کلاس سوم چهارم دبستان هم میتونه انجام بده. بنابراین فکر نکنید حل مسائل این مبحث ما خیلی کار بقرنج و پیچیده ایه. ما باید یه مقداری اطلاعات عمومیمون رو در مجموع زیاد کنیم و تحلیل بکنیم که تو هر مسئله چه رفتاری رو با مسئله داشته باشیم. خب چی شد؟ من دنبال پس اعدادی هستم که توی اون اعداد رقم‌های 0 یا 3 یا 6 یا 9 حداقل یکی از اینا حداقل یه بار تکرار شده باشه. چه کار سختی؟ مثلا 312 یا 365 یا غیره. نکن کار پیچیده یه بخوام همه اینا رو حساب بکنم، حالات مطلوبم سخت محاسباتش، بیام یه کلکی به مسئله بزنم، بیام مسئله رو چوری در نظر بگیرم که انگار مسئله فاقد بخش پذیری باشه، یعنی به هیچ وجه من بخش پذیر بر 3 نداشته باشم، یعنی اصلا 0 و 3 و 6 و 9 نداشته باشم. خب اگر 0 و 3 و 6 و 9 نداشته باشم میشه متمم این حالت، بنابراین من میتونم از اصل متمم استفاده کنم. حالات کلی چی میشه؟ میشه کل اعداد سه رقمی، چه حاصل ضربش بر 3 بخش پذیر باشه چه بخش پذیر نباشه. چند تاشو حساب کردیم؟ یکان و دهگان و صدگان، 9 و 10 و 10 که شد 9 ده تا در 10 تا 900 تا. بیام حالت هایی که به هیچ وجه بر 3 بخش پذیر نباشه حاصل ضربش رو حساب کنم. حالات اعدادی که تعداد اعدادی که حاصل ضرب ارقام آن بر 3 بخش پذیر نیست. خب صدگان، دهگان، یکان، تو یکان چه ارقامی میتونم بذارم آقا جون؟ نکن 0 که نمیتونم بذارم، چون 0 باشه باعث میشه عددم حاصل ضربش بشه 0، 0 بر 3 بخش پذیر. 1 میتونم بذارم، 2 میتونم بذارم، 3 نمیتونم بذارم، 4 میتونم، 5 میتونم، 6 نمیتونم، 7، 8، 9 نمیتونم، شد 6 تا عدد. 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 8 میتونم بذارم، یعنی 6 تا حالت میتونم تو یکان بذارم. تو دهگان چی؟ اونم همینه، 0 نمیتونم، 1 و 2 و 3 نمیتونم، 4 و 5، 6 نمیتونم، 7 و 8، 9 نمیتونم، اونم 6 تا
حالت قرار میگیره. تو صدگان چی؟ همیشه بچه صدگان یه جورایی دردسره ها. چرا؟ به خاطر که صفر نمیتونه تو صدگان باشه. خب اینو حالا بررسی کنیم. صفر که به خاطر صفر بودنش و اینکه حاصل ضرب رو بخش پذیر ورسه میکنه نمیتونه باشه. یک و دو، سه نمیتونه، چهار و پنج، شیش نمیتونه، هفت و هشت، این هم میشه شیش حالت. پس کل اعداد سه رقمی که من میتونم در نظر بگیرم که به هیچ وجه حاصل ضربش بر سه بخش پذیر نیست، مثل 225 بخش پذیر نیست، میشه 6 6 تا 36 تا در 6 تا چند تا میشه؟ 100 و 216 تا 36 6 تا چند تا میشه؟ چرا من یادم رفته؟ آره دیگه 216 تا 216 تا. پس کل حالات مطلوب من، یعنی حالاتی که حاصل ضرب اعداد حتما بر سه بخش پذیر باشه، میشه 900 تا عدد دارم منهای 216 تا، این میشه 684 تا. درست گفتم؟ 684 تا؟ آره. نکن شمردن این 684 تا کار سختی بود. اگر میخواستم مثلا افراز بکنم بگم سه داشته باشه حتما، حالا ممکن بود دو تا سه داشته باشه، ممکن بود سه تا سه داشته باشه، شیش داشته باشه، حالا ممکنه در کنار اینکه شیش هم داشته باشه، اگر اونطوری میخواستم برم، دقت کن چه اتفاق بدی میافتاد، سه داشته باشه، فرض کن یکانش سه باشه، بعد دهگانش میتونست اعداد دیگه باشه، ممکن بود شیش هم باشه ها. بعد حالتی که شیش توی دهگان بود و داشتی محاسبه میکردی، ممکن بود سه هم توی یکان باشه، اینو قبلا شمردی، حالت تکراری داری میشموری. بنابراین اگه میخواستی افراز بکنی خیلی پیچیده و طولانی میشد. اصل متمم اصل خیلی خوبیه و خیلی کمکمون میکنه که ما مسائل رو خیلی راحتتر و روتینتر حل بکنیم، خیلی جاها میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما فقط گیرش اینه شناخت متمم مسئله مهمه. گفتم بهتون توی عامیانه و محاوره ما یه سری عبارتهایی استفاده میکنیم که ظاهرا متمم چیزای دیگه است. متمم مثل همین هوا آفتابی باشه انگار که ابری باشه، این دوتا متممه، هم الزامن نیستن. ممکنه ببخشید بارونی باشه، هوا آفتابی باشه و بارونی باشه، الزاماً متمم هم دیگه نیستن، چون ممکنه هوا آفتابی نباشه اما بارونی هم نباشه. رو این موضوع خیلی باید دقت بکنیم. تا الان یک برای شمارش کردن یه اصل ضرب یاد گرفتیم، یه اصل جمع یاد گرفتیم، یه اصل متمم یاد گرفتیم. بچه‌ها تمام مسائلی رو که ما میخوایم بشمریم با همین سه تا اصل میتونیم حلش بکنیم. بکن پیچیدگی نداره مسائل این مبحث ها، همین سه تا اصل کفایت میکنه. پیچیدگی فقط اون فکر کردن است که یه راهکار مناسب مربوط به اون مبحث رو گیر بیاریم. یه موقع است شمردن چه میدونم راجب مستطیل های داخل یه صفحه شطرنجیه، یه موقع هست راجب حروف انگلیسی میخوام صحبت بکنم، یه موقع هست راجب اعداد میخوام صحبت کنم. وقتی راجب اعداد صحبت میکنم باید حواسم جمع باشه عدد سه رقمی چیه، تو عدد سه رقمی تو جایگاه صدگانش صفر نباید قرار بگیره، این یه اطلاعات عمومیه. وقتی راجب حروف دارم، راجب پوشیدن لباس دارم صحبت میکنم، معلومه شما چه میدونم یه با یه نظم و ترتیبی شاید لباستون رو تنتون بکنید. چه میدونم وقتی راجب حروف الفبای فارسی دارم صحبت میکنم حواسم هست حروف نقطه دار مفهوم داره. مثلا مثال، یه مثال بگم، حروف نقطه دار توی ادبیات فارسی چی هست؟ بشموریم ب، پ، الف ب، پ، ت، س، جیم، چ، خ، دال، نه دال نه، زال، ز، ژ، شین، میریم نون،
وا نه واو نیست هم نیست یم نیست اما یم هست. دقت کن، این ربطی به ریاضی نداره ها، یه نقطه دار نیست، نقطه داره. چرا شما همیشه یه رو این در نظر میگیرید؟ یه اگر بله در آخر کلمه قرار بگیره نقطه نداره، اما یه اگر در وسط کلمه قرار بگیره نقطه داره، در اول کلمه قرار بگیره نقطه داره. یکن توی تحلیل کردن های مباحث مسائل این مبحث شما باید یه سری اطلاعات عمومی داشته باشید و بر مبنای اون اطلاعات هستش که کارتون رو انجام میدید. خیلی خوب، با داشتن سه تا اصل ضرب و جمع و متمم شما کامل مسائلتون رو میتونید حل بکنید، انواع و اقسام مسائل رو. البته من برای جلسه بعد یه حرف های تکمیلی تری میزنم خدمتتون که خواهید دید انشاءالله. تکالیف مربوط به این جلسه بارگذاری شده براتون، اعلام میشه، اینا رو خیلی دقیق حل میکنید. حتما تفکراتتون رو به زبان فارسی انشاوارانه مینویسید در حل مسائل. امیدوارم که خوب و خوش باشید، از وقتتون استفاده بکنید. خوب، خدا نگهدار.